سلام، برای جوابی خوش آمدید. مجلس نمایندگان کشور گذشته از موارد زورگویی و کارهای خلاف قانون که به اعضای گذشته و بر حال مجلس نمایندگان برچسب زده می شوند، اعضای پیشین مجلس نمایندگان هم صدها میل اسلحه، تجهیزات و وسایل دولتی مجلس نمایندگان را با خودشان بردند. یافته های من در برنامه رادیویی نشان می دهد که 149 تن از اعضای پیشین مجلس نمایندگان 497 میل اسلحه که شامل 376 میل کلاشینکوف، 121 میل تفنگچه، 12 واسطه رنجر، 80 مخابره واکیتاکی، 164 جمر موتر و 7 دروازه الکترونیکی، 21 کانتینر 20 فوت، 17 موانع کانکریتی، 7 تاور کانکریتی، 13 غرفه زریحی و 4 دنده توقف میشه و یک مقدار سیم خاردار اینا با خودشان بردن و با وجود تقاضاهای مکرر که از پیش از یا صورت گرفته و وزارت امور داخله معذف شده تا اینمی تجهیزات، امکانات و وسایل دولتی را از نست اعضای پیشین شورای ملی به دست بیارن، متاسفانه که تا هنوز موفق به چنین کار نشدن و یافته های ما نشان میده که حتی اعضای پیشین شورای ملی حاضر به صحبت درباره این وسایل و تجهیزاتی که نزدشان هست هم نشدن. در این برنامه ردیابی روی چگونگی بودن این تجهیزات و وسایل شورای ملی که دولتی هستن نزد اعضای پیشین و وضعیت فعلی مجلس نمایندگان بیشتر بحث میکنیم. با مهمانم در استودیو آقای دکتر رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان افغانستان است. آقای بشردوست، بسیار خوش آمدین در قسمت مجلس. حالا با این تعداد اسلحه، مهمات و تجهیزات نزد اعضای پیشین مجلس وجود داره، مقصر کی است که دوباره به جانب مجلس یا حکومت برگشتانده نشده؟ به نام حق و باید شهدا، سلامی گرم ما به تمام بینندگان و شنوندگان شما. مقصر اصلی متاسفانه خودی پارلمان است، مقصر اصلی خودی عین القین است، مقصر اصلی خودی وزراست. این یک مشت نمونه خروار است که امروز دست شماست، اما ما باید یا افغانای ما که امشب این برنامه رو میشنوند، وقتی میگوید یک میل کلاشینکوف از دولت در پیش فلان وکیل است، در واقع اینمی کلاشینکوف فرض کن 10,000 افغانی قیمتش است، این به این معناست که 10,000 افغانی رو وکیل از بیت المال دزدی کرده. این پول ملت است، این کلاشینکوف از مردم است و از این مردمی که گریسنه هستند و با 497 میل به عنوان مثال شما مثال زدین و هیچ کس از مقامات دولتی نمیخواد که برگشته شود. این کاملا دروغ است که وزارت داخله میگوید ما میخواییم، یا مثلا در پارلمان از ما یک دفعه اعلان میکنه که همی اسلحه که شما گرفتین برگردانید، اورم با لبخند، اورم با مسخرگی. فکر میکنید دلیل این واسیت چی است؟ اینا زورگو هستن، اینا نمیتونن از پیشون بگیرن یا که مصلحت میکنن؟ یک وسیله معاملی بسیار خوب است. چرا وزیر به یک وکیل خلاف قانون سلاح میدهد در حالی که پارلمان 4 میل سلاح به هر وکیل در نظر گرفته شده که از طرف ریاست امنیت پارلمان داده میشود؟ بر اساس کدام قانون وزیر یا سرپرست وزیر به یک وکیل موتر در اختیارش قرار میده؟ بر اساس قانون نه، بر اساس معامله. وزیر میگوید من موتر در اختیارت قرار میدهم، با من رأی بدی. من معترض اختیارت قرار میدهم، وقت دزدی است، قتل است، مردم در خانهش کشته میشود، صدایت نکش. یا اگر صدایت میکشی فقط صدای مطبوعاتی باشد. یا وقتی من در پارلمان استجواب میکنی فقط یک سلام علیک است و 4 کلمه من میگم و در آخر شما با چکچک من رو بدرقه میکنی. چرا بعضی وکلا به من میگه بشردوست عمومی نکن؟ چرا عمومی نکنیم؟ وکیل پاک نیست من جمله بشردوست، و خاطری که وقتی یک همکار خودم میبینیم که قاچاق میکنه، به عنوان مثال وقتی یک همکار خود میبینیم که از برق دزدی میکنه، از بیلی برق، وقتی یک همکار خود میبینیم که از کلاشینکوف دزدی کرده، یعنی برنمیگردانه، اختلاس کرده، از قدرت خود سوء استفاده کرده، فاسد است، وقتی ما این رو میبینیم خوب میفهمیم، اما صدای خود نمیکشیم.
اما در مقابل سکوت میکنیم. بله. این به این معناست که ما کل ما از دزدان هم دیگر از قاچاقبران خود حمایت میکنیم، چون ما شریک هستیم. با این وضعیتی که حالا میزان عمومی همی تجهیزات و وسایلی که پیشتر هم اشاره کردم، مثلا 376 میل کلاشینکوف، 121 میل تفنگچه که کلش 497 میل میشه، 12 واسطه رنجر دولتی که از پوسته و موانع امنیتی با بسیار سادگی میتونه عبور بکنه، مخابره هایی که بسیار پیشرفته هستن که نامش مخابره های واکی‌تاکی است، یا جمر موتر که این سیگنال موبایل کاملا قطع میکنه. اینا فکر میکنن در چه رای به کار برده میشه؟ ممکن از چه زمان، از دور 15 از 16 تا شرایط فعلی که دور 17 است، نسل اعضای مجلس چون این موارد به وضاحت دیده میشه؟ در حالی که بر اساس خود اصول وظایف شورای ملی، هر وکیل حق دارد 4 بادیگار داشته باشد و این 4 بادیگار برایش 4 تا سلاح داده می شود و این مسلح است که می تواند ازش دفاع کند. این چیزهایی که گرفته می شود، به عنوان مثال اینها یا ایر وکیل اون غصب می کند، مثلا کلاشنکوف فردا می فروشد یا شاید فروخته باشد، ولی بعضی وکلا رو من لیست دیدم که فوت کردن. از کی میخوای؟ با چیش میگه خوب من نگرفتم، پدرم گرفتم، یا برادرش مثلا میگه من نگرفتم، پدرم گرفته. او تا ابد میمونه. حتی لون کروزری دولت در بعضی وزرا، یا مثلا مسئله که اولین بار است که ما فکر میکردیم که بعض سفارتخانه است که موبایل در اطرافش قطع میکنه، عالی وکیل برای که مردم زندگیش آرام کنه، این بلای جان مردم شده، موترش تیر میشه، او بیچاره نفری که نیاز داره مثلا تلفن کنه که مادرش مریض است، یا از خانه تلفن میکنه که بیا مادرت یا بچت مریض است، ایره در شفاخانه انتقال بدی، در همون وقت یک وکیل تیر میشه، موبایل زو قطع میشه. اینا مسئول خون اون نفر است که در خانه فوت میکنه. و مسئله دیگر که تعداد افرادی که در اختیار ایناست، این داده نشده. ما در مکاتیب در بعضی محل رفتیم که بعضی ادارات ما که با خطر جدی روبروست، اما یک محافظ نیست. مدیر میگه ما به وزارت داخله مراجعه میکنیم، وزارت داخله میگه ما پرسنل نداریم. پرسنلش در اختیار وکلاست، در اختیار وزراست، در اختیار سناتوراست، در اختیار والیسایبا، در اختیار جنرال است. اما بعضی ادارات که واقعا دچار مشکل امنیتی هستند که سر اونها یک نفر که با مسلح عمل کنه شاید بسیار قتلام بتونه، اما اون نداره. بله. اینمی وسایل و تجهیزاتی که نزد اعضای پیشین شورای ملی است. شما مثلا نام نظیر احمدزی معاون پیشین شورای ملی را اینجا میبینین، نام افراد دیگه مثل همایون، مثل حاجی ظاهر قدیر، مثل افراد دیگه که عبیدالله بارکزی که شهید شد، مثل لاله حمیدزی، همایون و 149 وکیل دیگه که در این لیست نامشان از که تجهیزات و امکانات با خودشون بردن. دارالانشای یا دبیرخانه مجلس نمایندگان میگه که ما بارها کوشش کردیم که نبگیریم ولی نتونستیم که بگیریم، وزارت داخل هم اقدام نمیکنه. شما فکر میکنین که خود اینمی دبیرخانه مجلس دچار مشکل است و نتونسته که تجهیزاتش پس بگیره؟ خودی رئیس دانشا کی است؟ از جمع ایناست، از خود ایناست. کی رئیس دارالانشا میشه؟ فکر میکنه که کسی رئیس دارالانشا میشه که از سیستم مافیایی ما خارج است، از سیستم قدرت خارج است، یا مثلا افراد دیگری؟ فعلا رئیس دارالانشای ما به مزه، مثالش بگیریم، رئیس دارالانشای ما به مزه گفته میتونه که تو سلاح و کلاشنکوف و چیزی که داری برگردان، اگر بگوید خوب به غنی تلفن میکنه، غنی در یک سانه یک لگت در پشت زی میزنه، در جایی که بوده روان میکنه. اینا کلشان از در یک حلقه هستن، در یک سیستم هستن، نه تنها نفرهای غین، نفرهای عین، که مثلا بعضی رهبرهای جهادی هم نامش هست. بله. به عنوان مثال تمامی کسایی که نامش در اونجا میبینین دقیقا اینمی کسایی است که دولت افغانستان در گروگان گرفتن، یک سیستم مافیایی ساختن که در وقتی که منافع اینا در خطر باشد از یک دیگر حمایت میکند. وکیل عین 100% از وکیل غین
حمایت میکند و وکیل غیر از وکیل عین دی حمایت میکند. حالا فکر میکنین آقای بشار دوست از این تجهیزات و از انمی امکانات مجلس چه شکل استفاده میشه؟ بارها اعضای مجلس متهم شدن به قاچاق، بارها متهم شدن به حتی موارد غیر قانونی دیگه که اختطاف و قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه و بعضی از موارد دیگه بود که شما هم در درون مجلس حضور داشتین. این شاید اتهام به خاطر این ممکنه نباشد که خود وزیر داخله وقت میاد میرویس برمک آمده روبروی وکلا در استیج استاد است، میگوید در این موترها انفجار، مواد انفجاری، افراد انتحاری انتقال شده، ما این موترها را متوقف کردیم، دوستای ما دست خود طرف وکلا میکنه، دوستای ما واسطه شده، ما آزاد کردیم. من استاد شدم، اعتراض کارت اعتراض بالا میکنم، مایک روشن نمیشه، بعد استاد میشوم بدون مایک میکنیم و وزیر صاحب گوشت میشنود چیزی که از زبانت میبراید؟ خودت میگی که در این موترها وسایل انفجاری منتقل شده و انتحاری منتقل شده، پلیست کشته، مردمت کشته، بعد شما اینا رو که آمده این موترها رها کرده دوستان خود خطاب میکنید، چرا اول دشمن نمیگین و دوم چرا نام نمیگیری؟ اینا خود جند و پری نیست، در همینجا که وکلای نشسته خود نام بگیر، احمد، محمود، زلمه، ناصر، علی مثلا، وکلا که اونجا نشسته چی میکنن؟ بالا میشن بشر دو سب جلسه اخلال نکن بچه هایی که بگه راست میگه، ولی من انتقال ندادم، مثلا زلمه میگوید من محترم انتقال ندادم، حتی اون زلمه میگوید که بشه دوست جلسه را اخلال نکن، نام نگیرن چند روز پیش در دوری عبده. حالا فکر بکنید از این تجهیزاتی که نزد اعضای پیشین است همین شکل استفاده صورت گرفته روان است؟ ایر خود وزیر، وزیری سابقی داخله گفت، رئیس معین مبارزه با مواد مخدر آقای احمدی قبلی روبروی وکلا میگوید که در قاچاق مواد مخدر دست دارن، باز ما صدا میکنیم که نام بگیر، باز کل وکلا ما را میکشن، رئیس صدا میکنن، کل سون سر خود پایین میندازد، دلیز با من میگه بشر دوست ما پاکستی، میگه مو برادر تو که قاچاق بر نیستی چرا از قاچاق دفاع میکنی، از قاچاق بر دفاع میکنی؟ و بعد بر اساس کد جزا وقتی یک تبعه افغانستان از یک قاچاق از یک خلاف قانون آگاهی داشته باشد و ایرا سکوت کند خودش شریک جرم می شود. و مسئله دیگر حتی قانونا اینا بادیگاردایی که دارد، مثلا چهار بادیگارد وکیل حق دارد، ای با من بارها صدا کردم که بادیگاردی وکیل صاحب نباید از وکیل دفاع کند وقتی وکیل زمین مردم غصب می کند. حالا بس استفاده سوی اینمی تجهیزات امکاناتی که نزد اعضای فیلی، اعضای پیشین و اعضای دوره های گذشته شورای ملی، مثلا دوره 14 هم، دوره 15 هم، دوره 14 هم خیلی وقت بود، دوره 15 هم و 16 هم و 17 هم، فکر میکنین که استفاده های سو از این تجهیزات هنوز هم ادامه داره و عملا وزارت داخله و شورای ملی جلوگیری کرده نمیتونه؟ چی میکنه این سلاح اگه استفاده نمیکنه؟ و رفت ما مثلا یک زمان من در کمیسیون مسئولیت و امتیازات بودم که ما را اخراج کردن از کمیسیون، و عریضه میاد از یک شهروندی ما که فلان وکیل اختطاف کرده، او نفرم میخواین وکیلم میخواین، تمامی وکلا به جایی که از او شهروند بیچاره که اختطاف شده حمایت کنن، از او رو زیر تحقیق میگیرن، میگه مو برادر او وکیل رو اختطاف کرده، این وکیل اختطاف نکرده که شما بالای زو فاکس کردین او رو زیر تحقیق میگیرین، یا مثلا وقتی زمین غصب میشود که از چی شوردن، خب او بیچاره نفری که زمینش غصب میشه صدای خود بالا نمیتونه به خاطر که محافظین وکیل با اوس و تا دندان مسلح و صدای خود بالا کنه، یا بعض وقت بالا کردن از این سلاح از او استفاده کردن، لاتیکوب کردن، در حالی که محافظ حق نداره که خلاف قانون از قدرت خود بر علیه شهروندان ما به نفع یک وکیلی که زمینش غصب میکنه یا کرای خانه نمیداد، یا مثلا در دوری عبده، ما دوری عبده من فکر میکردم که رئیس دبرشنا شرکت میاد میگوید که 9 میلیارد افغانی از پول بل برق قدرتمندان نمیپردازد، من جمله تعداد وکلا، و این 9 میلیارد اگر پرداخته شود قیمت برق ممکنه که نصف شود. یعنی شما میگید که در بسیاری از موارد که کار خلاف قانون یا کار غیر قانونی است وکلا دست دارند در مجلس؟ وکلا او که میگه من دست ندارم، او غیر مستقیم دست دارد، چون از دوزد خود حمایت میکنه. وقتی ما از یک دوزدی که بل برق نمیپردازد یا مثلا
سلای دولت گرفته، این مثل که پول گرفته باشه، پولی دولت از بیت المال گرفته، باید دوباره برگردانه. یا حتی در دوره 15، در دوره قبلی مکتوبایی از بانک‌ها آمده بود که به هیئت اداری ولسی جرگه که اینا قرضه گرفته و قرضه خود نمیپردازن. امید است که یک تحقیق دیری رابطه از بانک‌ها شود که چی تعداد وکلا پول گرفتن و فعلا نمیپردازن. به جایی که هیئت اداری یا وکلا در مجموع استاشن، فرض کن ما فرض کنیم 30 نفری کار کردن یا 40 نفر کردن، اگر 100 وکیل استاد شود که وکیل صاحب محترم تو باید فردا این سلا را بیاری تحویل دولت بدهی، 100 درصد کار 149 وکیل که در مجلس بودن 100 درصد دو زمان بوده، متاها یک وکیل فقط تا آخر استاد میشه و وکلای دیگه هم او را میکشه که من هستم و بعد به من میگن بشه دوست چرا عمومی میکنی؟ و برادر چرا می نکنیم؟ به خاطر که ما از قاچاقبر خود دفاع میکنیم. ما رئیس دبیرستان شرکت را نگذاشتن که نامای وکلا رو بگیرن، بالاخره ما را کشیدن، ما را چی کردن؟ وکیلی که میگوید من پولی بیلی برق خود پرداختم، پس چرا از وکیلی که دزدی کرده از پولی بیلی برق چرا از حمایت میکنیم؟ با این شرایط آقای بشردوست انتظار میره که این تجهیزات امکاناتی که از مجلس نمایندگان است و موتر دولتی، سلاح دولتی، تجهیزات و تمام موارد که حتی دروازه الکترونیکی، کانتینر و موارد دیگه از پس گرفته شود؟ نه به هیچ صورت. نه تنها انتظار نمی رود که من می ترسم که به عنوان تقدیر از این افراد، به عنوان تحسین از این افراد برایشان چند میل کلاشنکوف دیگه هم داده نشود. برایشان بعضی چیزهای دیگه مثلا که از اینجا گرفته برایشان داده نشود. چون در این دوره متاسفانه وقتی ما میبینیم در دوره 15 خودم کفنکش سابق مثلا ببخشه با همه چیزهایی که ما رو میکشیدن و سرصدایی داشتیم بازم یک چی داشتن، یک شرم میخوردن، یک کمی شرم داشت. آل ما میبینیم که در قصه قانون، در قصه اصول وظایف داخلی، در قصه قرآن شریف، در قصه که رشوت است، فساد است، متاسفانه هیچ گونه توجه کس نداره. دوره 17 اومد افتاد. دوره 17 اوم. دوره 16 هم نداشت. متو کمتر. دوره 15 کمتر کمتر بود. این دوره متاسفانه هیچ گونه فکر میکنی که مسئله قانون برایشان مثل حواس که تنفس میکنه. یک ویژگی کلانی را که دور 17 داره، افراد خیلی سرمایه‌دار وارد مجلس شدن، از رئیس مجلس شروع تا معاونین و به شکل بین تا اعضای مجلس خیلی پول مصرف شد و انتخابات هم که داشتیم از مجلس نمایندگان یک انتخابات با هزینه خیلی انگفت و کلان بود. دور 17 ویژگی کلانش چی است و یک سال گذشته که همراهشون کار کردین دستاوردهای مشخصی داشتین که انتظار میرفت؟ اولین ویژگی دوری 17 این است که دایت اداری وقتی نگاه میکنی امپراتورهای دلار رو میبینی که حاکم هستن و ما وقتی میبینیم هیچ کمپاین لازم ندارن. در دوری قبلی حداقل کمپاین میکرد، یعنی میامد در استیج میگفت که اگر من به اصطلاح دایت اداری انتخاب شوم اینی کارا رو میکنم. آل میاد فقط میگه نامش کافی است، میاد میگه من کاندید هستم، بقیهش عادی بگویم خود میدانین و ما میدانیم، وقتی آمدم میفهمین که من چی کار میکنم تقریبا، و رای میگیره، بالاترین رای میگیرن. هدفشان از اینکه ما میم باز چگونه رای میگیرن؟ هدف وجود نداره؟ من فکر میکنم که بر اساس برنامه رای گیری نمیشود. یکی از دلیلی که من در این انتخابات شرکت نکردیم تنیم کردیم به خاطر که قانون مراعات نمیشود. در اینجا محل رای گیری است، رای مشغول رای دادن است، بعضی وکلا در کنارش اونجا کاندید کار خود میکنه، معامله خود با او صحبت میکنه، نمیدونم چی میگه وعده میده، در حالی که من بارها گفتم که در محل رای گیری قانون ممنوع میکنه هر نوع صحبت و کمپاین و هر نوع شلوغ. به عنوان مثال اگر برنامه داره خوب 5 دقیقه وقت داره، برنامه خود اعلان میکنه و بعد میره میشینه. و اما متاسفانه در قصه چیزا هیچ کس نیست، در قصه غصیش نیستن. و متاسفانه ما همونطور که ما در شروع گفتم که بسیار کساس که متاسفانه آمدن گفتن ما سوگن یاد کردن که کار میکنیم، اما متاسفانه قرآن خوردن، سوگن خود با وفا نکردن. ما میترسیم که این دوره 100 برابر بدتر باشه به خاطری که هیچ احساس مسئولیت نیست. متاسفانه دستاوردی که در سال پیش داشته بود وجود داره که سرش حرف بزنیم
و در سال جاری وضعیت شما چگونه میبینید با افتتاح مجلس؟ پارلمان افغانستان در طول 14 سال دوری 15 دوری 16 دوری 17 تا امروز نه تنها دستاوردی نداشته بلکه خیانت بزرگ مرتکب شده در حق مردم. ما در سال 1384 که پارلمان در 29 قوس 1384 افتتاح شد، ما اگر این سال 1384 رو مقایسه کنیم، اگر نامنی مثلا 20% بوده، امروز نامنی به 100% بالا رفته. در دو هفته پیش در روز روشن در دکان دیگانگر حمله کردن، کشتن مردم و دزدی کردن. به عنوان مثال، ما اگر در سال 1388 10% رشوت و فساد داشتیم، امروز 100% داریم. ما اگر در سال 1384 نمیدونم چند هزار تن تولید میکردیم، تقریبا بیش از 81 هزار تن نبود، امروز ما 93% تمام مواد مخدر بشر بودیم. وضعیت افغانستان در چند تا بخش نگران کننده است، به ویژه در بحث صلح، در بحث انتخاباتی که سرنوشتش مبهم و به یک شکل دو تا حکومت برایندش بود، مسئله ویروس و کرونا، فقر که 65% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. با این شرایط آیا مجلس کاری کردن میتونه با شروع فعالیت و کارش؟ مجلس، من همیشه گفتم که مادر فساد پارلمان است. فساد هر نوع، قومی، مذهبی، مالی، انواع فساد، اگر ما پارلمان پاک داشته باشیم، ما میتونیم رئیس جمهور محکمه کنیم، ما میتونیم قاضی القضات محکمه کنیم. اگر ما پارلمان پاک می داشتیم، در 15 سال کسایی که به عنوان وزیر آمدن اینا اجیر مقرر نمی شدن. اما ما افرادی را داریم که دست رئیس جمهور می بوسن و امروی وزیر جورکس می گیرن، نه تنها دستش می بوسن، خودشان می نازن، بلکه برش کمپاین می کنن، بلکه چاپلوسی می کنن، علنا از وزیر دفاع می کنن، علنا از او تعریف می کنن. با این وضعیت جایگاه مجلس چی میشه؟ جایگاه مجلسی وجود نداره. نماینده مردم در کشوری که 40 سال در جنگ بوده، در کشوری که مطور شما اشاره کردین و خود وزیر اقتصاد میگوید که 16 میلیون روز سه بار نان خوردن نداره و خود غین میگفت که یک سوم مردم افغانستان گرسنه نمیخوابه. سازمان ملل دو ماه پیش راپوری که منتشر کردم میگفت که 9 میلیون افغان نیاز به کمک های عاجل بشری داره. اگر ما نماینده مردم می داشتیم، کشور ما به این حالت نمی بود. شما در پارلمان وقتی میایین ساعت 11:30 12 به اندازه لاند کروزر تا چشمتان کار میکند، لاند کروزر است. از کجا میشه؟ مردمی که گرسنه است، نان نداره، از این ماش لاند کروزر خریده نمیشه. شما چه فکر میکنین اعضای فعلی مجلس که دور هفتم اومدن وضعیت متفاوت داشتن، اما یک سال گذشت فعلا وضعیتشون چگونه است؟ بعد از 6 ماه 7 ماه تقریبا به ندرت من وکیل دیدم که بدون لان کروزر باشد. از کجا میشه؟ من تعجب میکنم. شما چی فکر میکنین؟ از ماش خوب نمیاد. خدا هم از آسمان به خانه زنا دلار روان نکرده، اگر میکرد خوب شاید 1% به ما میرسید. دقیقا این پول هایی که میاد از دید من پول مشروع نیست، میگن تاجیر است. تاجیر ما امروز کدام تجارت؟ بزرگترین شرکت های اقتصادی افغانستان مالیه نمی پردازد، خود وزارت مالیه می گوید. اگر بحث ما را جمع بکنیم آقای بشر دوست، با توجه به شرایط را که مجلس داره، با توجه به وضعیتی را که افغانستان داره، با توجه به امکانات مجلسی که به اساس سندها از دست شورای ملی رفته و ده ها میل سلا و وسایط و وسایل تجهیزات و امکاناتی را که مجلس داشته و حکومتی بوده و نگرانی ایجاد میکنه که ممکن استفاده سو شوه، در آینده نزدیک شما چگونه میبینین برخورد مجلس را، هم با ای اعضای پیشینی که وسایل تجهیزات شورای ملی را بردن، هم با وضعیتی را که ما از در بحث سیاسی و شرایط بد مردم پیش رو داریم؟ اگر وکلای پاک که میگوین ما هستیم، اگر اینا در داخل ولسی جرگه و مشران جرگه افرادی که به بلی برق نمیپردازند، یک نوع دزدی است، این اختلاس است. افرادی که صلاح دولت به عنوان مثال بردن یا موترش گرفتن و از زور استفاده میکند، یا وکلایی که متهم به غصب زمین هستند که سارنوالی روان کرده، یا متهم به عدم پرداخت کرایه چیستن، یا متهم به لتکوب مردم هستند، یا متهم به کشتن مردم هستند، اگر وکلای پاک وجود داره بتونه اینا را از درون خود تصفیه کنه. چون ماده 102 قانون اساسی مسئولیت فقط در اظهار نظر و رأی داده. اگر ما اینا را تصفیه کنیم،
به سوی پولچرخی روان کنیم، ما افغانستان در مسیر ساق می دهیم که فکر می کنیم در 10 سال ممکنه با اروپا از نظر امنیت و اقتصاد بالا بره. بسیار تشکر آقای بشارت. تشکر از دعوت شما و تشکر از شما بینندگان عزیز هم که تا کنون بحث ما را صحیح مندمار کردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.